آرش حسنی روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ با من هست به این دو موضوع با هم صحبت کنیم. آقای حسنی، ارزیابی شما از این موضوع هزینه شدن منابع بلوک شده ایران چه هستش؟ خب ما دو نشانه مهم داریم برای اینکه به این جنبندی و این در واقع واقعیت برسیم که درآمدهای نفتی بلوکه شده در خارج از ایران پیش از این تبدیل به ریال شده و دولت مابزای اون رو از بانک مرکزی گرفته. یکی اینکه خب به رغم اینکه نفت ایران به فروش می‌رسید در سال‌های اخیر، اما در کارنامه مالی دولت اون بخشی که به عنوان درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌ها در نظر گرفته شده بود، به استناد تمام گزارش‌های نظارتی سهم ناچیزی بود و این تحقق این درآمدها بسیار پایین بود. اما نشانه مهمتر این بود که حتی در همین نمایگر آخری که بانک مرکزی هم منتشر کرد نشون میده که در واقع خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که یکی از اجزای رشد پایه پولی هست در سال‌های اخیر مدام افزایش پیدا کرده، که این به این مفهوم این هست که دولت وقتی که نفت خودش رو می‌فروخته از اونجایی که دسترسی به این اموال نداشته که اونها رو برگردونه به داخل کشور و از اونها استفاده بکنه، به اصطلاح عامیانه وعده سر خرمن به بانک مرکزی میداده که روزگاری که دسترسی به این پول‌ها پیدا کرد این پول‌ها رو به بانک مرکزی بده. اما بانک مرکزی ما به ازای این فرایند تأمین ریال کرده برای دولت و دولت این ریال رو به عنوان منابع خودش استفاده کرده. مقایسه آماری نشون میده که سهم دارایی‌های خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور ماه سال 99 بیش از 20% افزایش داشته و بخشی از رشد پایه پولی حدود 35 بیش از 35% از رشد پایه پولی در این دوره مربوط به افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. با این حساب اگر این پول‌ها با فرض صحت برگرده به اقتصاد ایران، یک بار تبدیل به ریال شده و تنها میتونه در اختیار بانک مرکزی قرار بگیره و توان بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز رو میتونه به دنبال داشته باشه، نه هزینه و کارکرد دیگری. آقای حسنی، خب در حال حاضر فروش نفت ایران از کانال‌های غیر رسمی انجام می‌گیره، خب و خبرهایی هم داشتیم از حجم گسترده قاچاق این کالا. تبعات این موضوع برای اقتصاد ایران چه خواهد بود به نظرتون؟ واقعیت این است که به دلیل تحریم‌ها در سال‌های اخیر بازار نفت ایران و فرایند فروش نفت ایران و فرآورده‌های اون بسیار مبهم هست. ما نمی‌دونیم که عایدی که امروز ادعا میشه بیش از گذشته از محل فروش نفت و فرآورده‌ها نصیب ایران میشه حاصل افزایش قیمت‌های جهانی است یا حاصل بهبود عملکرد فروش نفت و فرآورده‌ها در توسط فروشنده‌ها است. همینطور می‌دونیم که به هر حال فروش نفت ایران با تخفیف‌های بسیار بالایی انجام میشه به کشورهای از همه اونها مهمتر و بیشتر کشور چین. همینطور حلقه‌های بسیار زیادی به عنوان واسطه‌ها، به عنوان کسانی که این تحریم‌ها رو دور می‌زنن سهم می‌برن از این عملیات و هیچ کدوم از اینها برای ما روشن نیست که به هر حال کدوم بخش چقدر داره می‌بره و نفت ایران اساساً به چه میزان و با چه قیمتی به خریداران فروخته میشه. می‌تونیم امیدوار باشیم، یعنی آرزو بکنیم که این خبرها بخشی از مهندسی افکار عمومی نباشه و واقعیت داشته باشه، برای اینکه اگر واقعا فروش نفت ایران افزایش پیدا نکرده باشه این اخبار ممکنه که به طور مقطعی آثاری رو به جا بگذاره، اما اگر آثار واقعی رو به دنبال نداشته باشه و دست دولت و بانک مرکزی باز نباشه در آینده میتونه آثار مخربتری رو بر اقتصاد ایران به جا بگذاره. ضمن اینکه یک نکته ای رو هم باید در نظر گرفت که پرسش اینه که آیا این بهبود عملکرد فروش نفت و فرآورده های اون حاصل شل گرفتن و آسانگیری تحریم ها از سوی تحریم کننده ها به ویژه آمریکاست که همزمان با مذاکرات چنین قصدی داره که حسنیت خودش رو نشون بده. اگر اینطور باشه با شکست مذاکرات یا تغییر روی کرده تحریم کننده ها میبایست این ریسک رو دولت و بانک مرکزی به جان بخره که فروش نفت و فرآورده های اون در آینده کاهش پیدا بکنه. به هر حال این ابهام درباره درآمدهای نفتی هم فروشش هم روشهاش میتونه خطرناک باشه برای اقتصاد ایران. آرش حسنی، روزنامه‌نگار اقتصادی از پراگ، ممنون که همراه ما بودید.